سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه مطابق روال به مهمترین رخدادهای هفته گذشته خواهیم پرداخت. نخست گزارشی داریم از احمد باطبی درباره آخرین تحولات سوریه و تصمیم باراک اوباما مبنی بر به تعویق انداختن رأی‌گیری در کنگره در خصوص اقدام نظامی علیه دمشق. سپس گفتگویی خواهیم داشت با دکتر جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس و به بررسی وضعیت تورم و اشتغال در ایران می‌پردازیم. گفتگویی نیز خواهیم داشت با احمد ملکی دیپلمات سابق درباره پرونده هسته‌ای ایران و نیز گزارشی خواهیم داشت از حاشیه‌های جلسه شورای شهر تهران و رأی‌گیری که به شهردار شدن آقای قالیباف منجر شد. با ما همراه باشید. تلاش قدرت‌های بزرگ جهان برای تفاهم بر سر واکنش نسبت به کاربرد اسلحه شیمیایی در جنگ داخلی سوریه ادامه دارد. تلاش‌های اعضای دائم شورای امنیت بر سر واکنش به حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق به دلیل مخالفت روسیه به توافقی منجر نشد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به منظور دادن فرصت به یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مسئله خواستار تعویق رأی‌گیری کنگره در مورد مجوز عملیات نظامی علیه سوریه شده است. خبرنگار ما احمد باطبی از واشنگتن و جزئیات بیشتر. بشار اسد گفته تنها در صورت اینکه آمریکا دست از تهدیدهای نظامیش بردارد سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل خواهد داد. رئیس جمهور مادام العمر سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اینترفاکس روسیه گفته طرح واگذاری سلاح‌های شیمیایی به دلیل اینکه از سوی روسیه مطرح شده بود پذیرفته شده، نه به دلیل هراس از تهدید نظامی آمریکا. این در حالی است که در روزهای اخیر با جدی شدن موضوع واکنش نظامی آمریکا، ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد کشورش حاضر است سلاح‌های شیمیایی خود را با نظارت بین‌المللی تحویل داده و به پیمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. بشار جعفری نماینده رژیم بشار اسد در سازمان ملل متحد گفته وزیر خارجه سوریه مکاتبات تازه‌ای را با مقامات سازمان ملل متحد به منظور پیشرفت مذاکرات رد و بدل کرده است. The chapter of the so-called chemical weapons should be ended. And legally speaking, Syria has become, starting today, a full member of the convention. همزمان با این خبرها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگوهای ویژه‌ای را درباره تسلیحات شیمیایی سوریه در شهر ژنو آغاز کردند. جان کری در حاشیه این گفتگوها گفته موضوع مذاکره درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه نه یک بازی بلکه تلاشی است برای منتفی کردن اقدام نظامی علیه سوریه با توسل به ابزار دیپلماسی. در پی موافقت دولت سوریه برای واگذاری تسلیحات شیمیایی در چند روز اخیر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور خواسته بود رأی‌گیری در مورد واکنش نظامی علیه سوریه را به تأخیر بیندازد. باراک اوباما در یک سخنرانی 15 دقیقه‌ای به شکلی محافظه‌کارانه از پیشنهاد روسیه برای واگذاری سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کرد، اما گفت در صورت به نتیجه نرسیدن شیوه‌های دیپلماتیک، آمریکا آماده واکنش نظامی خواهد بود. اوباما گفت آمریکا پلیس جهان نیست، اما عدم مجازات استفاده کنندگان از سلاح‌های شیمیایی منافع آمریکا را به خطر خواهد انداخت. سرهنگ عبدالجبار الکیدی فرمانده شورای نظامی انقلاب سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه موضوع واگذاری سلاح‌های شیمیایی و منتفی شدن اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد را یک مانور سیاسی و معامله‌ای کثیف نامید. در روزهای اخیر ویدئوهای متعددی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برخی افراد فارسی زبان ایرانی را در حال کمک رسانی و سازماندهی نیروهای بشار اسد نشان می‌دهد. ایران به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان رژیم بشار اسد در این روزها از واکنش و اظهار نظرهای تند پرهیز کرده است. سلامتی. ببینیم.
سمت چپ میلون رو بسوند مسته که اینجایی که من شمیدم اونجا سراغه داشتم میبادم اونجا سراغه رسانه های آمریکا برنامه های متعددی را درباره دیدگاه های مردم این کشور و حتی برخی نظامیان آمریکا در خصوص اقدام نظامی علیه سوریه منتشر کردند. در آخرین نظرسنجی صورت گرفته مشخص شده 60% مردم آمریکا با حمله نظامی این کشور به سوریه مخالفند. از این رو تحلیلگران معتقدند احتمال موافقت کنگره آمریکا برای واکنش نظامی بسیار ضعیف است. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی ایران افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور را که دولتش با آنها روبروست با مردم در میان گذاشت. او از اصطلاح رکود تورمی برای وضعیت اقتصادی ایران استفاده کرد. در گفتگو با دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد از پاریس به این موضوع پرداختیم و از ایشان پرسیدیم. بانک مرکزی ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم به 39% رسیده که این نسبت به سال قبل 15.5% افزایش نشان می‌دهد و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی بوده است. به نظر شما مهمترین علل افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی در ایران چیست؟ با درود، اینها همه پیامدهای سیاست‌های نادرست اقتصادی آقای احمدی نژاد است. تازه در بعضی موارد نرخ تورم از آن چه فرموده اید بالاتر است. مثلا در زمینه مسکن ما نرخ تورم 50-60% داریم، هم برای بعضی از خانه ها هم برای مصالح ساختمانی. وقتی صحبت مثلا از نرخ 40% می شود، یک میانگینی رو در نظر می گیرن. در بعضی از موارد نرخ تورم و نرخ گرانی واقعا بسیار بالاتر از این است. علت بی‌انضباطی اقتصادی آقای احمدی نژاد بود. مثلا عرض بکنم خدمتون، برای همین مسکن مهر اینها یک تقریبا چاپ پول کردن، تحقیقا چاپ پول کردن، حتی بنابر گزارش های رسمی که روز به روز بیشتر الان منتشر می شود و اینها وادار کردن بانک ها رو به وام بی اعتبار دادن، یعنی خلق پول بدون پشتوانه کردن. وقتی که حجم پول به نسبت تولید افزایش پیدا بکنه، یعنی میدونید ما باید به اندازه ارزش تولید شده پول داشته باشیم. حالا اگر پول، خب دولت هست دیگه، میتونه پول چاپ بکنه، میتونه وام بی پایه بگیره، همه اینها باعث میشه که حجم اون پول به مراتب بالاتر از ارزش تولیدی باشه در یک کشور. این باعث تورم میشه. تازه شوربختانه باید عرض بکنم که ما بیشتر از این هم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، مگر یک اقدامات بسیار کوبنده و درمانی حاد از توسط دولت آقای روحانی صورت بگیره. دولت جدید گفته یکی از اولویت‌های او کنترل وضعیت نامطلوب اقتصادی در کوتاه مدت است. تیم اقتصادی آقای روحانی چه گزینه‌هایی برای تحقق این هدف پیش رو دارد؟ ببینید، با نگاهی به تیم اقتصادی آقای روحانی میتوان گفت که این تیم توانش آن دارد که به بسیاری از مشکلات اقتصادی برخورد درست و بهینه بکند. این تیم قابل مقایسه با تیمی که در دوران آقای احمدی نژاد زمامدار و بلکه خرابکار امور اقتصادی کشور بود نیست. آنچه که باعث نگرانی یا دست کم پرسش من است این است که آیا این تیم که توانش کار درمانی دارد، آیا خواست و اراده سیاسی این کار را هم دارد یا نه؟ این مهمترین سواله. این تیم باید بتواند این قدرت را داشته باشد که به مردم بگوید ریخت و پاش های آقای احمدی نژاد
زهر مهلک بوده است برای اقتصاد و روز به روز اقتصاد رو بیشتر خراب خواهد کرد و ما این کار رو متوقف میکنیم. از مسکن مهر گرفته تا یارانه ها دادن، مردم هم باید بدونن که آنچه که آقای احمدی نژاد کرد یک روز دو روز خوشحالی پول نقد در دست بود، خودشون متوجه شدن که گرانی بعد از آن به مراتب از اون پول نقد دستشون بیشتر بود. این دولت آقای روحانی باید شهامت داشته باشد، به ویژه امروز که از یک محبوبیتی برخوردار است، به مردم توضیح بدهد و واقعا این کار را انجام بدهد. کار دیگری که دولت آقای روحانی باید شهامت آن را داشته باشد، مقابله با راندخاران و انحصارگران در اقتصاد کشوره. مادامی که اینها در اقتصاد کشور فرادست هستند، خب اقتصاد ما رشد نمی کنه، چون کارها و سیاستهای اقتصادی انحصارگران و راندخاران توجیه اقتصادی نداره. در این زمینم اگر آقای روحانی کمی شیردلی داشته باشند، می توانن موفق بشوند، دست کم بدین دلیل که یکی از دلایل تشدید تحریم ها در شرایط کنونی علیه کشور ما این است که اقتصاد به طور کلی دست سپاه پاسداران و نیروهای انتظامیه، و چون تحریم ها به شدت متوجه نیروهای انتظامی در ارتباط با پرونده هسته ایست، خب هر فعالیتی هم که آقایان درگیرش هستن دچار تحریم میشه، در حالی که بسیاری از تحریم های امروز اگر در دست بخش خصوصی و جامعه مدنی بود با این دشواری کم بودی که امروز مواجه هستیم مواجه نبودیم. مورد سوم هم که آقای روحانی باید شیردلی نشان بدهند در مورد پرونده هسته ایست، و اینکه واقعا به تعبیر یکی از بزرگان ایران مقیم خارج از کشور، نه جام زهر بلکه جام شهد که شیرین باشه به کام ایران و ایرانی رو بنوشند، و در مورد پرونده هسته ای به توافقهای قابل تأمل با جامعه جهانی دست پیدا کنند. پس شرط پیروزی در برابر مشکلات اقتصادی شیردلی است برای توضیح دادن مسائل به مردم، شیردلی برای مقابله با انحصارگران و راندخاران، شیردلی برای یافتن موافقتی با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته ای است. به غیر از این شیردلی ها در این سی مورد من امکان موفقیت اقتصادی و رونق اقتصادی نمی بینم. بسیاری بر این باورند که دولت آقای روحانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باید همزمان به فکر راه حلی برای بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها باشد، وگرنه تلاش‌های تیم اقتصادی بی‌ثمر خواهد بود. به نظر شما آیا چشم‌انداز روشنی برای حل بحران هسته‌ای در کوتاه مدت وجود دارد؟ ببینید، شرایط هر چه باشد از زمان دوره آقای احمدی نژاد بهتر خواهد شد، اما اینکه این آیا کافی است پرسش اصلی اینجاست. روشن است که کسی امروز رئیس جمهور ایران است که از تنش افکنی لذت نمیبرد و کار دیگه برای خودش قائل است تا تنش افکنی و متلک گفتن بی خود و بی جهت به کشورهای دنیا و هزینه‌ای که ایجاد میشود برای کشور. اما اینکه آقای روحانی واقعا آنچه را که جامعه جهانی به انتظارش هست انجام بدهد، خب بعضی وقتا از فرمایشات که ایشون میکنن نگران میشویم، بعضی وقتا خب امیدواریم که واقعا با روحیه تعامل برن. همین چند روز پیش بود که میگفتند منظور ما از تعامل دوستی نیست، تعامل نه دوستی است نه دشمنی. خب این چه گفتنی دارد یک همچین حرفی؟ و این با صحبتهای اول که ما با جامعه جهانی وارد مناسبات نیکو میشویم، خب باید مناسبات نیکو دوست وارد مناسبات نیکو میشود. چه شده است که امروز ایشون صحبت از این میکنن که نه ما چندانم فکر دوست شدن نیستیم ولی خب دشمنم نیستیم؟ خب این حرفا نگران کننده است، برای اینکه من این گمانو میبرم و نگران میشوم که اینو زیر فشار محافل سرسخت میگویند، و من اینو یاد حرف این
اندازد زمانی که صحبت از این شد که دست کم ما با مردم اسرائیل دوست هستیم و اگر مخالفتی هست با سیاست‌های دولت است، بلافاصله سرسختان شروع به انتقاد و بلند کردن صدا کردند که خیر ما مردم اسرائیل هم دوست نیستیم. این چه حالتی است که با مردم یک کشوری با مردم کسی دوست نباشد؟ خب این حرفا میتواند نگران کننده باشد، اما امیدوارم که این صحبت ها رو در شرایط خاصی کردن و واقعا در پی برآوردن انتظارات و درخواست های جامعه جهانی از کشور ما در مورد مسئله اتمی باشد. یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی ایران وضعیت بیکاری و عدم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در سایه رونق اقتصادی ممکن است، به نظر شما آیا دستورالعمل‌ها و راه‌حل‌های کوتاه مدت در شرایطی که اقتصاد ایران از انزوای بین‌المللی و فشار تحریم‌ها رنج می‌برد می‌تواند کارساز باشد؟ نه خیر، ببینید واقعا نباید دنبال این کارا رفت. کارهای کوتاه مدت یعنی چه؟ یعنی مثلا وام‌هایی که آقای احمدی نژاد می‌دادن، وام زود بازده. وام زود بازده چه بود؟ در بهترین حالت، چون بدترین حالت هم داشتیم، کسایی که این وامو با توجه به روابط خودشون میگرفتن و یا در جیب میذاشتن به خارج میفرستادن یا کارهای دیگه میکردن و بعدم میگفتن ورشکست شدید. اما در بهترین حالت یک عده این وامهای سود بازده رو میگرفتن و وقت میگرفتن از اون به بعد دیگه جز بیکار شمرده نمیشدن. ولی خب معلوم نبود شرکت اینا به راه بیفتد، کار بکند، اینها بتونن کم کم نه تنها وام خودشونو پس بدن بلکه سود و درآمدی هم داشته باشن، اینا مشخص نبود. نه خیر، کارها باید ساختاری باشد. این کارهای کوتاه مدت رو باید به مردم توضیح داد که بیفایده است. باید کار ساختاری کرد، باید اقتصاد کشور راه بیفتد، باید تولید بالا برود تا این کار درست بشه. ببینید ما وقتی که با مشکل بیکاری برخورد میکنیم دو نگاه کمی و کیفی میتوانیم داشته باشیم. نگاه کیفی نرخ بیکاری است در کشور. زمان آقای احمدی نژاد تا 12% رو پذیرفته بودن، ولی خب مبلغ از این بالاتر است. ما گرفته کیفی هم داریم. در زمان اقتصاد دانش بنیاد این تحول بزرگی است در اقتصاد شده است. اقتصاد دیگه مثل گذشته نیست که متکی باشد به نیرو. البته نیرو و انرژی هم لازم است، اما این اقتصاد اقتصاد دانش بنیاده. خب در زمان اقتصاد دانش بنیاد از بزرگترین شمار بیکاران در کشور ما دانش آموختگان هستند. این تحلیل کیفی نشان می‌دهد که به چه فلاکتی اقتصاد ما افتاده است. خب اینها رو که با کار کوتاه مدت نمیشه پاسخ داد، باید کارهای ساختاری کرد. من میخوام پیش از این فرصتی که رسانه شما با مهر در اختیار من گذاشته است استفاده بکنم و پیشنهاد یک کار انقلابی با آقای روحانی بکنم و آن دعوت کردن از کارآفرینان بزرگ ایرانی است که به ایران بازگردند، از اونها پوزش خواسته شود و کارخانه‌هایی که مصادره کردند از این بزرگان کشورساز با آنها بازگردانده شود و از اونها همین که برگردن به سر کارخانه های خودشون یک تحول عظیمی در کشور صورت خواهد کرد. من صمیمانه به آقای روحانی همچین پیشنهادی دارم. میدونید این کارآفرینان در مجموع حدود 30 نفر هستند. 30 گروه صنعتی بزرگ بدین طریق مصادره شد در زمان انقلاب. خب اگر این کار آقای روحانی بکنن دو فایده دارد. اولا کارآفرینان کارآزموده افزایش تولید به کشور باز خواهند گرد. دوم یک تکانه روانی عظیمی است برای سرمایه گذار درون مرز و برون مرز برای نشان دادن فضای کسب و کاری در کشور که امیدوارم هر چه بیشتر بهتر شود. این نشانه می تواند باشد برای سمتگیری اقتصاد ایران به سوی بهتر شدن. با سپاس از آقای دکتر جمشید اسدی برای شرکت در این برنامه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه 19 شهریور ماه در اولین گفتگوی تلویزیونی خود پس از آغاز به کار دولتش درباره مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی ایران سخن گفت.
رئیس جمهوری ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت مقدمات این مذاکرات آماده شده است و تهران برای گفتگویی جدی با دنیا آماده است. در این خصوص با احمد ملکی، دیپلمات سابق و عضو کمپین سفارت سبز در پاریس گفتگو کردیم و از ایشان پرسیدیم آقای روحانی اخیراً برای حل و فصل مسئله هسته‌ای در کوتاه مدت اعلام آمادگی و نسبت به توافق برد برد ابراز خوشبینی کرده است. به نظر شما آیا امکان حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران در کوتاه مدت میان ایران و غرب وجود دارد؟ در کوتاه مدت این فضایی که به وجود اومده آیا آقای روحانی میتونه این فضا رو بشکنه و پرونده هسته‌ای رو پیش ببره؟ بعید به نظر میرسه، چرا که خود آقای خامنه‌ای و بیدش بیشتر تا حالا نشون دادن که گوش به افراد کارشناس و خردمند نمیدن، اتفاقا برعکس بیشتر اون طرفی که دنبال بنیادگرایان اسلامی هستن یا کسانی که بر طبل جنگ و تهدید میکوبن. و یه سوال اساسی من این است که اصلا جمهوری اسلامی یا آقای روحانی اون قوانین بین المللی و ارتباط بین المللی دیپلماتیک رو میتونه در این فضا به وجود بیاره؟ این هم با توجه به فضای شرایط داخلی ایران و فضای سرکوب و دیکتاتوری که وجود داره نمیذاره اون وفاق ملی و استفاده کردن از همه نیروها، روشنفکران، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کارشناسان بین‌المللی که در داخل هستن، اینها نمیتونن اون راهکارها و نظرات خودشون رو اعمال کنن یا به آقای روحانی بدن که در این مسیر پیش بره. بنابراین اولین قدمی که آقای روحانی اگر میخواد برداره که در پرونده هسته‌ایشم بتونه، حالا چه در کوتاه مدت یا بلند مدت، کوتاه مدتش که بعیده ولی در حداقل بلند مدتش بتونه قدم های مثبتی برداره، باز کردن فضای داخله. چون تا فضای داخل بسته باشه و تمام چیزها رو اینا میخوان در یه فضای بسته تصمیم گیری کنن و بیشتر هم بسپرن به دست بیت رهبری، همین آشکاسته ای که 34 سال به وجود اومده و به خصوص بعد از رهبری خامنه‌ای ما دیدیم که اختلافات و درگیری‌هاشون بیشتر شده و یک فضایی رو به وجود آوردن که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شده. بنابراین کار آقای روحانی مشکله، مگر اینکه بخواد همین برنامه‌ای که الان سر صداش هست که پرونده مثل آزادی زندانیان سیاسی یا پرونده موسوی کروبی رو بدن به شورای امنیت ملی و اینها هم تصمیم بگیرن سریعاً این حس رو بردارن، یعنی یک فضایی بردارن که بتونن از افکار دیگران نیز استفاده کنن و یه طرفه نرن. از طرف دیگه یه مسئله هم هست، اینه که بیشتر جمهوری اسلامی اعتماد کرده روی روسیه و چین و روسیه و چین هم نشون دادن که همونطور که غرب دنبال منافع 100% هست، روسیه و چین هم دنبال منافع خودشون هستن. منتها مسئله اینه که روسیه و چین در اون لحظه دقیقه 90 اینجوری نیست که پشت جمهوری اسلامی رو بگیرن و بخوان علاه منافع خودشون قدم بردارن. اونو موقعی که منافعشون باشه، همچنین که مثل بشار اسد روزهای اول میتونستن مسائل بالاخره حل کنن با چند کشته، ولی اومدن انقدر اینو کشش دادن که 3 سال طول کشید. الان بشار اسد خوب میگه من چی میگیره از بین میبرم و اینها اومدن به یه توافقاتی برسن. بنابراین این فضا رو نباید اعتمادی به کشورهای غربی یا کشورهای مثل روسیه و چین فقط بکنن. بیشتر به نظر من اینه که این ملت خودشون رو باید در درجه اول حفظ بکنن، ارتباط و آزادی ها رو به ملت ایران بدن، بعد اون فضا خانه‌ها شکسته میشه و همچنین میتونن در مذاکراتشون با توان و قدرت بیشتری مسائل رو در جهت صلح و ثبات منطقه‌ای پیش ببرن. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، امیدها به رسیدن توافقی برای حل پرونده هسته‌ای افزایش یافت. آیا نشانه ای از رفتار عملی ایران برای رسیدن به چنین توافقی دیده می شود؟ تحریم های شکننده ای که بر ایران وارد شده، از هم پاشیدن اقتصاد ایران و فضای درونی ایران که همه چیز به هم ریخته، خب فشارها رو از طرفی خیلی سنگین کرده، هم بر مقامات جمهوری اسلامی هم بر مردم. مردم هم بالاخره تحملشون تا یک جایه، بعدش سیلی را میفته و اون موقع است که دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. بنابراین آقای روحانی
اگر که میگم میخواد که اون جرأت و شهامت جسارت داره که یه قدم هایی رو واقعا برداره، میتونه. یعنی تونستنش اینه که اعلام بکنه هر کجایی که مشکلات داره بگه آقا نمیذارن. ولی آقای روحانی اون آدمش نیست، به دلیل اینکه ما اگر که آقای روحانی بخواد مسائل هسته‌ای رو خیلی خوب پیش ببره، چطور مسائل داخلی، فرض داخلی ایران، اون فضای سرکوب شدیدی در داخل ایران و اون ریشه ها و اسبابی که اصلا باعث این کارها به وجود اومده، چه دلایلی بوده که این همه مسئله هسته‌ای، نمیدونم مسائل داخلی ایران، این فضایی که تحریم ها، ریشه اصلیش کجاست؟ خب آقای روحانی خودش میدونه که ریشه اصلی کجاست. بنابراین اگر که میخواد یه قدم مثبتی برداره و حل کنه، باید خیلی سریع و شفاف باشه و از طرفی داخل ایران، میگم اگر اون قسمت حقوق بشر ما در نظر بگیریم، میخوان بدون حقوق بشر مسئله هستی رو پیش ببرن، حتی آقای روحانی یک قدم های مثبتی رو برداره، چون اون قسمت رو حقوق بشر رو رعایت نکردن و ملت پشت خودشون ندارن، باید باج های سنگین به بیگانگان بدن، از آمریکا گرفته تا اروپا تا روسیه تا چین. بنابراین اون وقت که بیش از نیمی از ثروت ایران باید به اونا بدن تا چشم‌پوشی کنن از اینکه ایران چه میکنه در رابطه با مسائل حقوق بشری، حتی اگر در مسئله هسته‌ای هم موفقیتی داشته باشن. بنابراین اگر که میخوان مسیر اصلی رو با یک گفتگوی دیپلماتیک و بین‌المللی و گفتگوی باشه که اثرگذار باشه، این مسائل داخلی رو روحانی باید در نظر بگیره، ولی تا کنون نشون نداده، مگر اینکه ببینیم روزهای آینده در آزادی زندانیان سیاسی، در آزادی رهبران جنبش سبز، چون اونها هم نظر دارن، ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. باید منتظر. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه اخیر شورای حکام گفته ایران با آژانس همکاری کافی ندارد و خواستار دسترسی بازرسان آژانس به مرکز نظامی پارچین شده است. آیا ایران با این درخواست آژانس موافقت می کند؟ ببینید، در بعضی قسمت های بازدید ها کجدار و مریض بوده، گاهی ایران موافقت کرده، گاهی موافقت نکرده. بستگی داره که اون خواسته از طرفی، خواسته های غرب تا کجاست نسبت خالا مذاکراتی که با هم انجام میدن. یه قسمتش به ما میگن، اون پشت پرده یه به ما نمیگن که چی میخوان. بنابراین تا کجا اینا به اون توافق میرسن؟ آیا اینکه ایران اجازه میده یا نه، من فکر کنم بخشی رو ایران اجازه میده. الان شرایط ایران، تحریم ها از طرفی، فضای جنگی که در کل خاورمیانه قرار گرفته به نفع ایران هم نیست. این فضای جنگی اگر حمله در سوریه قرار بگیره، خب 100% به ضرر ایران هست و این موقعیت به نفع جنگ طلبان هست. شما ببین الان در کل خاورمیانه آتش جنگ به پاس و میلیاردها میلیارد هزینه این کشورهای عربی، ایران و کشورهای عربی و غیره، صرف خرید سلاح‌های جنگی میشه. خب این به نفع کیه؟ به نفع روسیه و چین و آمریکاست و به ضرر خود ملت‌های منطقه و از جمله ملت ایران که ضررهای بسیاری داره این چند ساله میده و اینم تا حالا که ادامه داشت. آمریکا به طرح روسیه برای نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه نگاه مثبتی دارد. به نظر شما چنانچه اقدام نظامی علیه سوریه صورت نگیرد، چه تأثیری بر روابط ایران به عنوان یک بازیگر اصلی در تحولات سوریه با غرب به جای خواهد گذاشت؟ مسئله سوریه، چه به آمریکایی‌ها یه وقت حالا بعدش حمله کنن چه حمله نکنن، بازنده اصلی یکی اینکه ایرانه. چرا؟ چون که ایران از همون اوایلی که مردم یه تغییرات در سوریه خواستن، اومد طرف 100% بشار اسد گرفت. والا میتونستن این قضیه بشار اسد به اینجام کشیده نمیشد. همون اول بهش میگفتن آقا شرایط اینجوریه و شما هم بپذیر، یه اصلاحات سریع انجام بده، مسئله حل میشد. اینکه فضای سوریه روی برنامه هسته ایران، خب به طور قطع تاثیراتی هم داره. اگر حالا فضای جنگ قرار بگیره، این به ضرر ایران هست و حتی تو مذاکرات هسته‌ای هم به هر حال حملاتی که به کشورهای همجوار، به ایران، به سوریه انجام بگیره، برای یه تهدید علیه ایرانه و چه بسا بعد از سوریه سراغ ایران خواهند اومد. این به طور قطع شاید اون برنامه خاورمیانه بزرگ هم که میگم به هر شکل ممکن این بنیادگران اسلامی هم در این زمینه و در تسری بخشیدن به همچین مسائلی دخیل باشن. بنابراین
من فکر کنم عاقلانه ترین و خردمندانه ترین کاری که میشه انجام داد اینی که مسئولین ایران این فضایی به وجود اومدن که هر طرف ایران در خطر، حتی در خطر تضییع هم هست، در خطر فروپاشی داخل هم هست و مردم هم از این حکومت بسیار ناراضی هستن، بیان درها رو باز کنن، یه مقداری فضای سیاسی رو باز کنن تا بتونن یک مذاکراتی بر پایه قدرت دو طرف انجام بدن و بعدم زمینه رو باز کنن که یک انتخابات آزادی مردم انجام بدن. و این اصلا پرونده حکومت دینی رو به نظر من اشکال اساسی همینجاست که پرونده حکومت اسلامی رو ببندن و بذارن یک حکومت دموکراتی جدای دین از سیاست اجرا کنن. و الله همین مثل همین قضیه بشار اسد که ما دیدیم، مردم خواهان یک اصلاحات و یک تغییرات کوچیکی بودن، کار برسیده به جایی که 150 هزار نفر کشته دیدن. مگر صدام نبود که علیه ملت خودش به پا خواست و تمام مسبب این جنگ های منطقه و غیره شد؟ مگر اون قذافی اگر یه مدار آزادی میداد که کار به اونجا نمیرسید؟ بنابراین بهتره که فضا رو یه مدار باز کنن و پشت ملت هاشون رو بگیرن، نه بیگانگان. مشکل اساسی ما اینه که دولت هامون بیشتر میان طرف بیگانگان رو میگیرن. اگر ملت خودشون رو داشته باشن، اگر اون حقوق انسانی و کرامت انسانی و جان انسان ها براشون مفید باشه و در قرن 21 اعدام نداشته باشن، بنابراین میان در کنار ملتشون مذاکره میکنن و میتونن اهدافشون رو در صلح و ثبات منطقه‌ای به بهترین نحو پیش ببرن. با تشکر از آقای احمد ملکی، دیپلمات و عضو کمپین سفارت سبز، برای حضورشان در این برنامه. یک روز پس از آنکه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران به خزانه دولت بدهکار است، این بازرگان ایرانی سخنان آقای زنگنه را تکذیب کرد و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به اون ندارد. بابک زنجانی در ویدیویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرده، در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه بیژن نامدار زنگنه، وزیر جدید نفت ایران، که از بدهی 2 میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود، گفته است که نقش او در این ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار می‌کرده است. آقای زنجانی در این ویدیو گفت از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانسته برای نقل و انتقال پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد، او صرفاً کمک کرده که این شرکت بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند. آقای زنجانی گفت که به دلیل تحریم‌های علیه او و بانکی که او در آن فعال بوده و شرکت زیرمجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته‌اند، انتقال این پول به ایران فعلا با مشکلاتی همراه است. او میگوید که در 2 سال گذشته بیش از 17 میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. آقای زنگنه روز سه‌شنبه 19 شهریور گفت که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند. وی گفت که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده، اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها مسدود شده است. اما آقای زنجانی در واکنش به این جمله گفت که این حساب و موجودی آن توسط هیچ کشور و نهادی مسدود نشده و صرفاً مانع اصلی انتقال این پول به ایران این است که وزارت نفت می‌خواهد موجودی این حساب به حساب‌های وزارتخانه و یا بانک مرکزی واریز شود که عملاً به دلیل تحریم‌های بین‌المللی انتقال سویفتی این مبلغ به آن حساب امکان پذیر نیست. او میگوید به محض اینکه شرکت هنگ کنگی وابسته به وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال سویفتی مشکلی نداشته باشد، بلافاصله این پول را به آن حساب منتقل خواهد کرد. نام بابک زنجانی در پی اختلاف میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران به طور گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور مطرح شد. آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس ایران، فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس را به لابیگری برای آقای زنجانی نزد سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی متهم کرد. همچنین نزدیک به 6 ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی به فهرست تحریم‌های اعلام شده علیه ایران خبر داد. آمریکا آقای زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است. نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال 2012 علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.
اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است. از شما بینندگان عزیز سپاسگزاریم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه را می توانید در صفحه فیسبوک و وبسایت ایران فردا هم تماشا کنید. منتظر نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.